حزب الله یک گروه شبه نظامی است که به پروژه ایران خدمت می کند و این حقیقت را رهبران این گروه بارها اعلام کردند. طبق معمول هرگاه اسرائیل به دلیل تعرض‌هایی که علیه فلسطینی‌ها یا اماکن مقدس انجام می‌دهد در موزه محکومیت بین‌المللی قرار می‌گیرد، شبه نظامیان منطقه با چنان ساده‌دلی سیاسی وارد عمل می‌شوند که صحنه را کاملا تغییر می‌دهند. و این امر باعث می شود جامعه جهانی به گونه با اسرائیل هم دردی نشان دهد که تلاویف سزاوار آن نیست در اینجا تنها درباره موشک هایی که به تازگی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل هدف قرار گرفته شده صحبت نمی کنیم بلکه می خواهیم درباره جریانی از سادلوهی سیاسی صحبت کنیم که مدت هاست ادامه داره در حالی که هیچ دستاورد مهمی برای فلسطینی ها یا آرمان فلسطین نداشته. در واقع موشک هایی که پنجشنبه گذشته از جنوب لبنان شلیک شد و اسرائیل حماس رو به دست داشتن در اون متهم کرد در حالی که حزب الله هیچ گونه نقشی در اون رو انکار کرد به وضوح نشون میده به رغم جنگ هایی که بدون توجیه واقعی علیه نوار غزه به راه انداخته شد منطقه با یک سادلوهی سیاسی مکرر روبرو شد البته بدیهی است که حمله موشک به اسرائیل از جنوب لبنان چه کار حماس باشد چه کار سایر جناهای فلسطینی و حتی شبه نظامیان بدون تایید حزب الله و البته ایران انجام نمی شود اسرائیل طبق معمول با از بین بردن غزه و جنوب لبنان به حمله ها پاسخ داده اما در این میان نه سودی به فلسطینی ها رسید و نه حزب الله واکنشی از خود نشان داد در حالی که اسرائیل با منحرف کردن افکار عمومی به پیروزی چشمگیری دست یافت این امر باعث شد تصمیم برای محکومیت حجوم به مسجد الاقصا به حمایت از اسرائیل به دلیل حق دفاع از خود تبدیل بشه و دیگه خبری از اختلاف و ناسازگاری در اسرائیل به گوش نرسه و توجه همگان به این موضوع معطوف بشه که نتانیاهو چه خواهد کرد حقیقت اینه که حماس حزب و سایر شبه نظامیان ساده های سیاسی هن هیچ ارتباطی با دولت یا مفاهیم اون ندارن اونها نه پیوندی با سیاست دارن و نه میتونن از اون استفاده کنن بلکه تنها زبان حزب بحران سازی و تخریب مفهوم دولت رو میفهمن به ویژه که اونها اساسا به نظام و دولت عربی هم اعتقادی ندارند حزب گروه شبه که به پروژه ایران خدمت میکنه و این حقیقت و رهبران این گروه بارها اعلام کرده و در عمل نیز ثابت کردن بنابراین دیگه جایی برای انکار این امر مسلم وجود نداره همچنین جنبش حماس محصول از سازمان اخوان المسلمینه که به دولت ملی اعتقادی نداره و معتقد به امت اسلامیه و این ماجرای دیگه که بحث پیرامون اون رو به درازا میکشه. پرسشی که همیشه باید با صدای بلند مطرح بشه اینه که جنگ سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل چه دستاوردهایی در پی داشته یا یعنی اینکه حاصل پنج جنگی که در نوار غزه شعله شد چی بود البته حقیقت مسلم اینه که گروه های شبه نظامی از جمله حماس و حزب الله دیگران نه مسجد الاقصا رو نجات دادن و نه وضعیت فلسطینیان رو بهبود بخشیدن اونها نه اقدامی برای بهبودی زندگی مردم لبنان انجام دادن و نه گامی در راستای صلح برداشتند بلکه حزب با نوک قلم نه با موشک توافق تعیین مردهای دریایی لبنان و اسرائیل را به رسمیت شناخت و در نتیجه خود این حزب به زامن امنیت دریایی اسرائیل تبدیل شد به دور از تئوری های توطئه رایج در منطقه تنها چیزی که این شبه نظامیان از سادلوهی سیاسی به دست آوردن این بوده که نفرت و انزجار ملت عرب علیه اونها تشدید شده علاوه بر این شهروندان فلسطین، لبنان، سوریه و عراق نیز به شدت از اونها متنفر شدند. در واقع سادلوهی سیاسی این شبه به جایی رسید که باعث ایجاد نظریهی شده مبنی بر اینکه که گروه های مستقر در منطقه به همون میزان که برای تحقق اهداف دولت ایران خدمت میکنند در خدمت اهداف اسرائیل نیز قرار دارند. خبر شکه کننده دنیا را به هم ریخت. شاهزاده به ایران می شاهزاده در پخش زندگی تلویزیون های اسرائیل روزگار خامنه ای را سیاه اعلام کرد و گفت به زودی به ایران می آید. علی خامنه زهاک رهبر کثیف جمهوری اسلامی پیشنهاد برگزاری همه پرسی در مسائل اساسی کشور را زیر سوال برد و گفت عموم مردم قدرت تحلیل و درک مسائل را ندارند. علی خامنه زهاک در 29 فروردین 1402 در دیدار با جمعی از حامیان کثیفش که تو رسانه های دولتی در ایران از اونها به عنوان دانشجو یاد شده گفت مسائل گوناگون کشور مگر قابل رفراندوم است کجای دنیا این کار را میکنند مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله را دارند این چه حرفی است طی سالهای گذشته برخی از چهره های وابسته و نزدیک به جریان اصلاح طلب به مقام های ارشد جمهوری اسلامی پیشنهاد دادند که برای گذار از مسائل و بحران های گوناگون کشور همه پرسی برگزار شود در آخرین این موارد حسن روحانی رئیس جمهور سابق جمهوری کسیف اسلامی در آستانه ی روز دوازده فروردین و سالگرد برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی در سال 58 گفت در مسائلی که پیشیده می شود و هر کس نظری میدهد راه حل جز رجوع به اصل 59 قانون اساسی وجود ندارد با این حال روحانی تاکید کرد ایران سوئیس نیست که 100 هزار نفر یک درخواست را امضا کنند و بعدش رفراندوم برگزار شود میروسید موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی در دهه 60 و از رهبران جنبش سبز سال 88 نیز در چند نوبت برگزاری همه پرسی شده بود او در آخرین موزیگری خود پیشنهاد داده برای گذار یا بقای اصل نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعلی همه پرسی برگزار شود امری بسیار بعید است حاکمان کثیف جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای دیکتاتور به آن تن دهند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برقراری رابطه با ایالات متحده از مهمترین مسائلیه که برای سالها در زندگی روزانه مردم ایران تاثیر داشته و مردم ایران به مانند بسیار دیگری از موضوعها امکان و سازکاری برای اعلام نظرات خود ندارند. برابر اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان برگزاری همه پرسی وجود دارد اما این امر مستلزم درخواست دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورا و البته تایید رهبر کثیف جمهوری اسلامی است مخالفت سریح علی خامنه ای با برگزاری همه پرسی و بی به آرای عمومی مردم ریشه در نظریه فقهی موسوم به ولایت وقیه و مشروعیت حکومت اسلامی دارد در این نظریه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و تصمیمها و رویکردهای حاکم بسته به رأی یا خواست مردم نیست مخالفت سریح خامنه ای با برگزاری همه پرسی و رجوعی به آرای مردم توهینی بزرگ به اکثریت جامعه ایران بود مخالفت سریح علی خامنه ای با برگزاری همه پرسی ریشه در نظریه فقهی موسوم به ولایت وقیه و مشروعیت حکومت اسلامی دارد